أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بر این آیات چند تا شأن نزول نقل شده که اونا رو میخواییم نقل کنیم و بعضی مطالب در موردش گفته شده عرض کنیم، ولی قبلا چون معنی آیات دیگه روشنه و بحثی به مصیبت نداره یه مروری به آیات میکنیم و بعدا اون شأن نزول ها رو انشاءالله عرض میکنیم. در جمله اول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. بعضی از مفسرین مثل شیخ طوسی در کتاب تبیان تقریبا اینطور فرموده که کسی نباید از این آیه استفاده کنه که هر رفع صوتی و هر جهر بالقولی در حضور رسول خدا با رسول خدا کار مذمومیه. این پیداست که اونجایی رفع صوت مذموم رو مورد نکوهش، اونجایی جهر بالقول با رسول خدا مذموم و مورد نکوهش که حاکی از بی‌ادبی اون طرف باشه، حاکی از این باشه که او شناخت درستی از رسول خدا نداره، حاکی از این باشه که او رسول خدا رو یه انسان عادی مثل دیگران حساب میکنه. ولی اگه در یه مواضعی در یه مواردی با اینکه رسول خدا تشریف دارند جای رفع صوت باشه و کسی صداش رو از صدای رسول خدا بلندتر کنه، اون که مذموم نیست، اون که نکوهش نداره. در یه موردی که باید بلند صحبت کنه بلند صحبت میکنه، که اونجا مثل اینکه مثال زده شده به مثلا در میدان جنگ ممکنه رسول الله هم باشه ولی کسی اونجا به مناسبتی فریاد بزنه، یعنی واقعا شده، یا در خود مسجد هم همینطور. خلاصه رفع صوت و جهر بالقول میتونه گاهی حاکی از بیادبی باشه، حاکی از این که رسول خدا رو یه آدم عادی فرض میکنه، ولی گاهی هم نه، سلمانه و خوب هم رسول الله رو میشناسه و از دیگران هم بهتر میشناسه، ولی یه موقعیتی هست که باید در حضور رسول خدا داد بزنه، فریاد کنه. این پیداست که به اصطلاح قرینه باهاش هست، یعنی با اینکه در خود کلام به طور اطلاق گفته شده، به طور عموم گفته شده، همطور که ایشون میفرمان پیداست که با قرینه نه قرینه لفظی حتما این استثناء به آیه نشسته. بله بله، جهر بلغانی بلند حرف زدن. بله، یعنی عرض کردیم که تقریبا هر پیشونی که هر جا حاکی از بیادبی طرف باشه اینطوره، اما یه جا ممکنه خود رسول الله هم یه قدری بلندتر صحبت کنه که جهر بالقول برش صادق باشه، یکی هم به همون مناسبت همون جور بلند صحبت میکنه با خود رسول الله. درسته بلند صحبت کردنی که گاهی مثلا از عصبانیت، گاهی از اون جور چیز هست که ایراد داره. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. این آیه رو نمیدونم اون روز براتون خوندم یا نه، سوره نور آیه 63 ظاهرن که لا تجعلوا دعاء الرسول، نمیدونم این اون روز عرض کردم یا نه، که گفتن که این آیه شریفه مثل اون آیه از سوره نور آیه 63، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. دیگه اونجا صحبت بلند حرف زدن نیست،
صحبت جهر بالقول نیست، اما اون اصلش اینجا مطرح شده که اصلا رسول الله رو یه آدم عادی فرض نکنید، مثل سایر دوستانتون فرض نکنید، اونجوری که دیگران رو صدا میکنید صدا نکنید، اونجوری که دیگران رو میخوانید او رو نخوانید، که مثلا در تفسیر گفته شده اگر دیگران رو با اسم میخوانید رسول خدا رو با اسم نخوانید، با عنوان یا رسول الله با رسول خدا صحبت کنید. گفتن این آیه تقریبا شبیه اون آیه است، لا ترفع اصواتکم یه جنبه ادبی رو داره میگه که این بلندی صوت و جهر بالقول اونجا اصلا مطرح نشده، پیداست که یه مطلب کلی است، در حرف زدن با رسول خدا باید ادب مراعات بشه، باید متوجه باشه. انته و تعمالکم و انتم لا تشعرون، گفتیم هفت ما انشالله در یه جلسه بلکه دو جلسه مثلا بحث میکنیم، به علامه طاهاتی هم بحث کردن، دیگر هم بحث کردن، اما اینجا این انته و تعمالکم و انتم لا تشعرون، این جمله و انتم لا تشعرون، انته و تعمالکم و انتم لا تشعرون، این آکی از اینه که گاهی ایمان انسان از بین میره، خود انسان متوجه نیست، گاهی اعمال صالحه انسان از بین میره، خود انسان متوجه نیست، گاهی اجر و پاداشی که برای خودش کسب کرده از بین میره و خودش متوجه نیست. اون آقا اینطور مثال میزد که ایمان ممکنه که تشبیه بشه به رنگی که به دست انسانه، حالا اون موقع ها حنا رسم بود، گفتن که وقتی دست رو حنا میبندید روز اول خیلی پر رنگه، یه 5 روز میگذره، 10 روز میگذره، 1 ماه میگذره، 2 ماه میگذره، بعد از 2 ماه متوجه میشید دست اصلا سفیده، یعنی یه رنگ پررنگی بود و در طول 2 ماه هم از بین رفت و اصلا شما متوجه نشدید. میگفت ایمان اینطوره، شاید هم از روایت استفاده کرده بود که ایمان اینطوره، معنویات اینطوره که انسان همیشه باید مواظبش باشه، همیشه باید لحاظ کنه، همیشه باید ملاحظه کنه، و الا اگر همینطوری بی تفاوت و لاابالی پیش بره یه وقت بیدار میشه که اصلا ایمانی در کار نیست، یه وقت بیدار میشه که معنویاتی در کار نیست. این آیه هم داره راجع به اعمال صالح اینطور میگه انته و تعمالکم و انتم لا تشکرون، یعنی ممکنه که شما برخوردتون با رسول خدا اینجور باشه و خودتون این برخورد رو اصلا کار خلاف حساب نکنید، خودتون این برخورد رو کار خلاف با ایمان حساب نکنید، خودتون این برخورد رو کاری که بتونه عمل رو حفظ کنه حساب نکنید، ولی خب اگر این حفظ کننده هست، اگر این علیت داره، کار خودشون میکنه، کار خودشون میکنه و اثر خودشون میگذاره و عمل شما حفظ میشه و متوجه نیستید. انته و اعمالکم و انتم لا تشعرون، از این جمله استفاده میشه که علیت یه چیزایی واقعیست، توجه داشته باشیم هست، توجه هم نداشته باشیم هست، کسی بگه توجه نداشتم پس عمل من حفظ نمیشه، این آیه میگه نه، انته و تعمالکم و انتم لا تشعرون، یه چیزاییه که خواه ناخواه اثر خودش رو میگذره، حالا در ایمان میگذره، در تقلیل اعمال صالحه میذره، یا در از بین بردن اجر و پاداش اعمال صالح. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. گفتیم این جمله امتحن الله قلوبهم رو اینم ممکنه که یه چند دقیقه در یه جلسه در موردش صحبت کنیم. حالا معنایی که امروز کردیم، گفتیم امتحان و نتیجه امتحان، اینجا گفتن نتیجه امتحان منظوره، امتحان میشه که مثلا طلا خالص بشه، اینجا اون خلوصش منظوره، کسانی که صدای خودشون رو نزد رسول خدا میشکنند و ملایم میکنند و کوتاه میکنند، اینا اونایی هستند که خدا قلوبشون رو برای تقوا خالص کرده، که این جمله رو گفتیم بعداً بحث میکنیم، لهم مغفرتون و اجر عظیم. این میگن نقطه مقابل اون انته و تعمالکم و انتم لا تشعرونه، یعنی اگر صداتون رو بلند کنید، با جهر با رسول خدا صحبت کنید، عملتون حفظ میشه،
اجرتون هیچی میشه، ولی اگه مقابلش انتخاب کنید، اگه عمل سوئی هم داشته باشید خدا میپوشونه و اجرم براتون پیدا میشه. اونجا عمل صالحتون از بین میرفت و اجر از بین میرفت، این در مقابل عمل گناهتون پوشیده میشه و اجری هم براتون پیدا میشه. لهم مغفرتون و اجر عظیم، درست در مقابل اونه. یعنی مغفرت یعنی پوشوندن، یعنی اعمال خیر که به جای خودش هست هیچی، اعمال شر انسان هم پوشیده میشه، خدای متعال میپوشونه. و اونجا میگفتیم اعمال خیر از بین میره و اجرش از بین میره، اینجا نه، لهم مغفرتون و اجر عظیم، درست نقطه مقابل اونجاست. اونجا اجر از بین میره، عمل صالح از بین میره، اینجا اجر برقراره و باقی، اعمال سیئه هم تازه مغتفر میشه و بخشیده میشه و پوشانده میشه. لهم مغفرتون و اجر عظیم، یعنی اونجور کار اون اثر رو داره، اینجور کار یعنی اگه کسی گناهکارم باشه ولی به رسول الله احترام کنه، ولی در برخوردش با رسول خدا اهل ملاحظه باشه، این کار خیر باعث میشه که اون گناهاش که ما در بحث احباط خواهیم گفت، احباط و تکفیر در مقابل همه، احباط و تکفیر یعنی احباط عمل صالح رو هیچی میکنه، تکفیر عمل سیئ رو هیچی میکنه. یکفر الله سیئاتکم، سیئاتکم تکفیر سیئات در مقابل احباط اعمال صالح است. لهم مغفرتون و اجرون عظیم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. این کلمه ندا ظاهرا دیگه با صدای بلند توام نیست، تو ممکنه ندا با صدای بلند باشه، ممکنه که با صدای بلند نباشه. یعنی این که میگیم ان الذين ينادونك، یعنی نه اینکه از پشت حجره ها با صدای بلند با داد و فریاد رسول خدا رو صدا بزنن، نه، چه با داد و فریاد صدا زدن چه معمولی صدا زدن، خود اینم باز یک کار خلافیه. بلند حرف زدن با رسول خدا کار خلافیه، صدا رو پیش رسول خدا بلند کردن کار خلافیه، پشت حجره ایستادن و رسول خدا رو از حجره صدا کردن ولو با احترام هم صدا کنن، این باز یک کار خلافیه، باید سب کنن خود رسول الله به موقع میاد بیرون. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم. این اصلا وایستن سب کنن خود رسول الله بیاد بیرون، اصلا خبرش هم نکنند. و حالا ما یه روایتی هم میخونیم که رسول الله به اصطلاح اوقاتش ساعت در منزلش بی حساب نبوده، که واقعا کسی که پشت حجره میره و رسول الله رو صدا میکنه که آقا بیاید دیر شد، این معلوم میشه که باز رسول الله رو یه آدم عادی میدونه که مثلا الان در منزل کار لازمی نداره و میدونه مردم هم مثلا بهش نیاز دارن و در منزل هست. اصلا برخورد با یک پیغمبر اونم رسول خدا نیست. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم. این ظاهرش اینه که آیه نمیخواد بگه بی احترام رسول الله رو صدا نکنید، با احترام صدا اصلا می صدا نکنید. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، اینایی که از پشت حجره ها شما رو صدا میکنن، حالا یا با صدای بلند یا با غیر صدای بلند، اکثرهم لا يعقلون، اینا نمیفهمن، این آدمای نفهمی هستن. اگه بفهمن که برخوردشون با کیه نباید شما رو صدا کنن. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم، همجور بیستن تا خود شما به موقع از حجره ها. اینجا حالا اون کلمه اکثرهم رو اون روز عرض کردم که در یکی از تفاسیر تفسیر کشاف، تقریبا من چند تفسیر که دیدم کشافه که متوجه این مثلا جمله شده، دیگر اصلا متوجه نبودن، یعنی تا اونجا که من چند تفسیر دیدم اصلا این تذکرم ندادم، ایشون تذکر داده که ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، چرا اکثرهم لا يعقلون، باید همشون لا يعقلون باشن. اگه 100 نفر رسول خدا را از پشت حجره ها صدا میزنن و اگه این صدا زدن دلیل بی عقلی است، دلیل بی شعوری است، دلیل نادانی و نفهمی است، مال همشونه، چرا از 100 تا 90 تاشون لا يعقلون، اون دلیل چی میشن؟ فقط کشاف این چند تا اسم من دیدم ایشون تذکر داده که
اینجا چرا اکثر هم لا یعقلون گفته شده؟ ایشون اینطور گفته که البته حالا ممکنه مورد قبولم نباشه، ولی یه احتمال اینطور داده که بعضیا از این افرادی که این کار انجام دادن که علامه طباطبایی هم فرمودن که این کار واقع شده، فرمودن ظاهر جمله این که این کار واقع شده و خدای متعال داره تحتیه میکنه، این کار واقع شده و خدای متعال داره میگه نباید تکرار بشه. اونوزم نه رو عرض کردم یا نه که اصلا از کلمه ینادونک اصلا مضارع و استمرار استفاده میشه، یعنی هم واقع شده و هم مکررن واقع شده، یه بار نه دو بار نه، مکرر واقع شده که این جمله صادقه. ان الذين ينادونكم، یعنی اینایی که مرتب مکرر چند بار جمع میشن و شما رو صدا میکنن، هم واقع شده هم گفتن از ينادونكم استمرار استفاده میشه. و حالا صاحب کشاف اینجور گفته اینایی که رسول الله رو صدا میزدن و اگر عده‌ای بودن توشون افرادی بوده که یقین رسول خدا باید از اونا بترسه، توشون افرادی بوده که رسول خدا باید از مخالفت اونها، از تعصب اونها، از سرسختی نشان دادن اونها بترسه. اینه که خدای متعال جمله‌ای میگه که به همه‌شون بر نخوره، که اگه تو اون آدمای ناجور آدمایی هستن که اگه بهشون به اصطلاح صحبتی بشه، اگر بهشون انتقادی بشه، عکس العمل نشون میدن، اونا خودشونو مستثنا بدونن. بعد برای مثلا 100 نفر بودن، یکی دو تا از این 100 نفر مثل ابو سفیان ها، یکی دو تا از اینا یه آدم های ناجور، و اگه گفته بشه اکثر هم لا یعقلون، اونا تو مردم خودشونو جزمون عقل میگرند و به رو خودشون نمیارن. اما اگه گفته بشه همه شون لا یعقلون، یعنی همونم آدم نادانیه، آدم جاهلیه، آدم نفهمیه، بهش بر میخوره و عکس العمل نشون میده. و او اینجور گفته یه احتمالش اینه که این گفتن آیه شریف فرموده اکثر هم لا یعقلون، یعنی یکی دو تا ده تا پنج تا رو از نظر لفظ استثناء کرده تا به همه بر نخوره و برای رسول الله خود این هم یه درد سری بشه. حالا یه احتمال های قبول یاد مورد قبول نباشه چه احتمال دوم ایشون دیگه که اصلا در محاورات چه در فارسی چه در عربی در همه زبان ها اصلا خیلی جاها میخوان نفی مطلق کنند با قلت بیان میکنند، میخوان نفی مطلق کنند با قلت بیان میکنند و قلت خودش عبارتون اخرای از نفی مطلقه. این مثلا وقتی سوال میشه که در این شهر یه عالم جا افتاده این هست یا نیست، میخوان بگن نیست. یه طلبه خوب این شهر داره یا نه، میخوان بگن نداره، ایشون میگه رسم در همه زبان ها، یعنی کم کمی که، یعنی طرف میخواد نفی کنه ولی با این عبارت میگه. از اون تصریح کرده، کشاف تصریح کرده که در محاورات عربی گاهی قلت به جای نفی استعمال میشه. حالا حتما وجهی داره، وجهش یقین اینه که گوینده میخواد یه خودم احتیاط کرده باشه، یه خوردم مثلا، اینم یه توجیه. ولی بله، ولی یه کسی که حرف کشاف رو نقل کرده، یه کسی که حرف کشاف رو نقل کرده و این احتمال رو از کشاف نقل کرده، خودش یه جمله اضافه کرده، گفت این اثر روانی داره اصلا. گفت قصه اون ترس و لرزی که اون ایشون گفته نه، ترس و لرز نه، اما اصلا این کسی که معلمه و مربی و با 100 نفر طرفه که 100 تاشون کار خلاف کردن، او گفته اثر روانی داره که جملهش یه جوری باشه که از 100 تا بشه یکی استثناء بشه. شما هر کدوم از اون 100 تا خودشون اون یکی میدونن، هر کدوم از اون 100 تا، یعنی با یه جمعیت 50 نفره که طرفه میگه الا بعض شما، الا یکی شما مثل این کار خلاف رو کرده باشید، این میگه از ذره روانی اثر داره که هر کدوم ممکنه که اونجور بهشون بر نخوره. البته اگه میدونه خودش کار خلاف کرده، هر درش اثر میذاره، ولی موجب آبروریزش نمیشه. یعنی هر کسی خودشو پیش دیگران آبرومند میدونه، میگه شاید اونی که استثنا شده من باشم. اینم فکر کنم حرف بعدی نباشه، یعنی از اون ترسی که اون آقا گفته شاید بهتر باشه، از اون کشاف گفته بهتر باشه، که بالاخره به ملاحظه‌ای مربی معلم همین که شنیدید مکرر
رسم رسول خدا این بود که وقتی یه کار خلافی انجام میشد و گزارش هم میدادن که کی انجام داده، خود رسول الله هم میدونست که کی انجام داده، حالا یا رو علم ظاهری میدونست یا رو علم به اصطلاح پیامبری میدونست. در این حال میگن وقتی تشمیع میاد بالا منبر گفت ما بال اقوام ما بال قوم، چطور شده که بعضی ها این کار انجام میدن؟ به روی کسی نمیابرد، کلیه مطلب هم میگفت. مثلا اگر دعوا شده، اگر یه صابخونه ای مستاجر رو بی خودی بیرون کرده، اگه یه مستاجری به صابخونه ظلم کرده، میومد راجع به موجر و مستاجر صحبت میکرد، راجع به ظلم صحبت میکرد، ولی باز کلی صحبت میکرد. این خب خیلی مؤثره در طرز تعلیم و تربیت. این راجع به اکثر هم لایعقل رو که اون رد کردن همین جمله بود. حالا اگر قانعتون بکنه که قانع شد، اگر نه من در تفسیر این چیزی ندیدم، این چند تفسیر من مراجعه کردم از توجه به نداشتن، مجموع البیان اصلا رد شده، المیزان رد شده، توجه اصلا نداشتن. راه تو بگه آقا جون بازه، همه شون هم خلاف کردشن، راه تو بازه. نه دیگه خب همه شون میگه یه جمعیت سردمی همه تون رو برد، همه تون توبه کنه. عرض کنم که یه جمله خوبی که فراموش کردم عرض کنم اینه که دلیل این که کشاف میگه این اکثر هم همون کل همه، اکثر هم لایعقلون همون کل هم لایعقلونه، میگه دلیلش اینه که این ولو انهم صبروا ضمیر به اکثر برمیگرده، به همشون برمیگرده. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم، اونجوری کار همشونه، بعدش هم لو انهم صبروا به اکثر برنگشته، حتی تخرج الیهم به اکثر برنگشته، کار همه است. و هنوز هم داریم در مورد همه صحبت میکنیم، هنوز جملمون راجع به همه تمام نشده، این وسط میگه به اکثر هم پیداست، این اکثر همون همه هستن. چون هنوز اگه میخواستیم عوض کنیم راجع به اکثر صحبت کنیم، جمله بعدم راجع به اکثر باید بشیم، بگیم اکثرشون لایعقلونن، این اکثره اگه صبر کنن خوبه، چون اون اقلی که عاقل هستن و کار خلافی نکردن که اونا چرا صبر کنن. این هم حرف خوبیه که چون ولو انهم صبروا ضمیرها به کلشون برمیگرده، پیداست که آیه هنوز داره راجع به کل صحبت میکنه. وقت این وسط اکثر هم گفته میشه، حتما منظور همون کل همه، حالا به توجیهی که کشاف گفته، یا توجیه اول یا توجیه دوم با اون توجیهی که عرض کردیم بعضیا گفتن. عرض کنم که این حدیث هم همینجا عرض کنم، این کتاب مختصر شمائل محمدیه، یعنی از علمای اهل تسنن یه حافظ ابو عیسی محمد ابن عیسی ترمذی، ترمذی میخونه ولی مثل که میگن سعیش ترمذی، از علمای قرن سوم و صاحب یکی از صحاح سته سنی هاست. وقتیشون یه کتاب شمائل النبی داره، ایشون یه کتاب شمائل النبی داره که تقریبا به قدر یه سیوتیست، به قدر یه جامع المقدمات داره، ولی خودش نه، با شهر، چون من با شهرش دیدم. و مرحوم شیخ عباس قمی اون کتاب رو اش تلخیص کرده، یه چیزایی از اون کتاب انتخاب کرده، مختصر و شمائل محمدیه. و در این کتاب، این کتاب هم از همین چاپ مؤسسه در راحت این، اونم چاپ مصر و جاهای دیگه فراغون تو کتاب خونه ها هست، برای فروش نه. خیلی این حدیث جالبه. قال الحسین علیه السلام سألت ابی عن دخول رسول الله صلی الله علیه و آله فقال کان اذا آوا الی منزله. امام حسین دیگه از پدرم امیرالمومنین پرسیدم که وقتی پیغمبر منزل میرفت وضع تو منزلش چجوری بود، فرمود کان اذا آوا الی منزله جزء دخوله ثلاث اجزا. وقتی وارد منزل میشد، مثلا اگه بناس از ظهر تا چهار بعد از ظهر رسول خدا در منزل باشه، این چهار ساعت رو تقسیم میکرد، جزء دخوله ثلاث اجزا، جزءا لله و جزءا لاهله و جزء لنفسه، ثم جزء جزءا بینه و بین الناس، فیرد بالخاصه علی العامه ولا یدخر عنهم شیئا،
وارد منزل که میشد نیم ساعت یه ساعت مثلا مخصوص اهل خانه بود، بله، اجزا جز عند الله که عبادت کنه، جز عند اهلهی که مربوط به خانوادش باشه، و جز عند لنفسه یه ساعت مربوط به کارهای شخصی خودشه. و این ساعتی که مربوط به کارهای شخصی خودشه جز جز اهو بینه و بین الناس، اینو مردم تفهیم میکنن، یعنی این ساعتی بود که مردم باید به زیارت ایشون بیاند و اگه کاری دارن مراجعاتی دارن باید در اون ساعت بیاند. فیر دو بالخواست علی العامه، از عوام و خواص یعنی افرادی مثل سلمان یا نه افرادی خیلی به اصطلاح عادی و سطحی می اومدن، ولا یدخر عنهم شیئا، ذخیره نمی کرد، یعنی اون وقتی که باید در اختیار مردم باشه اون وقت دیگه از مردم نمی زد، ذخیره نمی کرد. و کان من سیرتهی فی جزء الامه، سیره رسول خدا در اون ساعتی که بناس امت اصحاب مردم خدمتش برسند، ایثار و اهل الفضل به اذنهی، ایثار و اهل الفضل به اذنهی و قسمهی علا قدر فضلهم فدین، یعنی برای افراد اینجور هم نبود که همه رو به یه چشم نگاه کنید، اونایی که به اصطلاح افضل بودن که حالا اهل فضل اولی مثل علم و اینا رو هم میگیره، ولی جمله بعدش فضلهم فدینه، یعنی هر کسی خلاصه پیش رسول خدا ارزش زیادتری داشته اینو بیشتر حضرت بهش عنایت میکرده، زودتر اذن میداده، بیشتر وقت میداده. و من هم ذوالحاجت، بعضی همونه یه کار بیشتر نداشتم، و من هم ذوالحاجتین، دوتا کار داشتم، و من هم ذوالحوائج، کارهای متعدد داشتم. و یتشاغل بهم و یشغلهم فیما یصلحهم، مشغول کار اونا میشد و کاراشون رو اصلاح میکرد. و بعد میفرمود لیبلغ الشاهد منکم القائب، اونایی که اینجا هستن و اونایی که نیستن خبر بدن. و ابلغونی حاجت من لا یستطع ابلاغها، اینایی که اینجا هستن به اونایی که نیستن خبر بدن که من یه ساعتی، شاید معنیش این باشه من یه ساعتی برای مردم گذاشتم، هر کی کار داشته باشه میتونه پیش من بیاد و هر کی هم خودش نمیتونه بیاد به وسیله کسی دیگه کارش رو، یعنی واقعا در اختیار مردم بوده به تمام معنا، خودش هم سفارش میکرده که هر کی هم خودش نمیتونه بیاد به وسیله کسی. حالا کتاب ممکنه خودتون بخرید، کتاب خوبیه و روایت از روش آخر روایت هم داره که یدخلون روادا ولا یفتقرون الا از زواق، که اینجا اینجوری معنی کردن لا یتفرقون الا بعد استفادت علم و خیر، هر کی هم از پیش رسول خدا میرفت با رضایت با استفاده حاجتش کارش انجام شده یا اگه انجام نشده بالاخره چیزی یاد گرفته. و یخرجون ادله علی الخیر، از اونجام که بیرون میرفتن خودشون هر کدومشون یه دلیل خیری بودن، خودشون یه راهنمای خیری بودن. بعدم باز جملات دیگه هستش که از این روایت و از این قبیل استفاده میشه که رسول الله تو خانه که میرفته تو حجره که میرفته وقتش حساب داشته و خودش متوجه بوده کی باید بیاد، کی مردم باید بیان. اینایی که عجله میکردند و پشت حجره میرفتند و داد میزدن معلوم میشه که یه قدری برخوردشون با رسول الله برخورد درستی نبوده، او یه آدم عادی فرض میکردن که مثل من و شما که اگه داد بزنیم زودتر میاد، اگه نه حالا یه رو بیام کابیده، اگه سر و صدا کنیم. بله، عرض میکنم که یه جمله دیگه هم که آیا لازم باشه یا نه، اینه که این ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، در یکی از تفاصیل گفته این ظاهرش اینه که اینا پشت همه حجره ها میرفتن، چون رسول خدا عیالهای متعدد داشت، اتاقهای متعدد داشت، اونا در اتاق اولی میرفتن، در اتاق دوم میرفتن، در اتاق سوم میرفتن، دیگه اگه این باشه خیلی بدتره، ولی فکر نمیکنم آیه معنیش این باشه. این من لازم ایران اکنون برای آیه مجرات با یکی هم صادقه، یه کار وقتی تکرار بشه با یکی هم صادقه، اگه میدونستن که مثلا این روز منزل کدام یک از زوجاتش هست، یعنی در همون حجره میرفتن. در هر صورت او گفته ظاهرش اینه که اینا ینادونکم من ورای الحجرات، این حرف این آقا وقتی قبوله که تکرار نباشه، یه جمعیت باشه با یه جمعیت ساده باشه، بعد چند زورش هم اینطور یه جمعیت اومدن با ایشون کار داشتن داد میزدن، یقین در این حجره داد زدن یا خبری نشد رفتن در حجره دوم در حجره سومی و همین
بعدش منظورش هم اینطوره، یه جمعیتی اومدن با ایشون کار داشتن، داد میزدن، یقین در این حجره داد زدن، اینا خبری نشد، رفتن در حجره دوم، در حجره سومی و همین. عرض میکنم که این دیگه کل مطالبی بود که بنده در این چند تفسیر که نگاه کردم گفته شده. حالا میریم سراغ شأن نزول ها. این شأن نزولی که الان میخونیم و یه قضیه صحبت میکنیم با اون بحثای قبلمون هم میتونه یه قضیه مرتبط بشه که قبلها گفته بودیم چه شأن نزولی مورد قبوله، چه شأن نزولی مورد قبول نیست. الان ما تقریبا میتونیم بگیم با مراجعه به این تفاسیر تقریبا میتونیم بگیم که فهمیدیم که مفاد آیه چیه و این شأن نزول ها باید با این مفاد بسازه و کمک این مفاد باشه. ببینیم واقعا اینطوره؟ اونجوری گفته بودیم که هر شأن نزولی کتاب نقل میشه به درد خور نیست، شاید بعضی شأن نزول ها ساختگی باشه، بعضی شأن نزول ها تحریف شده باشه. حالا اینجا شأن نزول های متعددی نقل شده، من مثل این که 5 تاشو یادداشت کردم. یکی در تفسیر علی ابن ابراهیم، در تفسیر علی ابن ابراهیم قبی که من از کتاب نور الثقلین نقل کردم، جلد 5 صفحه 80، اینطور فرموده که نزلت فی وقت بنی تمیم این آیه و این آیات در مورد این گروه. وفد بنی تمیم یعنی از بنی تمیم بودند و وفد وافد وفود یعنی وارد مدینه شدند و تازه وارد شدند، میگن وفد این قوم، وفد اون قوم، وفد اون قوم، این تایفی تازه وارد شدند. کانو ازا قدمو علی رسول الله صلی الله علیه و آله، رسم اینا این بود وقتی بخواستند به رسول خدا وارد بشن، وقفو علا باب حجرتهی، دم در حجره رسول خدا می ایستادن و نادو یا محمد اخرج الینا اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا یا بیرون. و کانهو ازا و کان ازا خرج رسول الله صلوات الله علیه تقدموه فی المشیه، حالا که رسول خدا می اومد بیرون اینا جلو جلو جلوتر از رسول خدا راه می رفتن. و کانو ازا کلموه رفعوا اصواتهم فوق الصوت، هر چند که می‌زدند خیلی بلند بلند حرف می‌زدند. و یقولون یا محمد، یه نطقه‌ای داره یا محمد یا محمد، ما تقول فی کذا کما یکلمون بعضهم بعضا، فانزل الله این آیات رو. این یه شأن نزوله که تقریبا در این شأن نزول آیه اولم با این آیات بعد همه قاطی شده، یعنی آیه اول که لا تقدمو بین یده الله و رسوله با این آیات با همدیگه با این شأن نزول بیان شده. خب این شأن نزول با اون حرفی که علامه طباطبایی می‌زدن که از آیه اول به خوبی استفاده میشه که مسئله جلو راه رفتن مطرح نیست. اونجا ایشون فرمودن که باید تقدم، تقدم از خدا و رسول باشه، نه فقط تقدم از رسول، راه رفتن تقدم از خدا دیگه نیست. و بعدم فرمودن باید یه چیزی باشه شنیدنی، نه یه چیز دیدنی. زیل آیه داشت که ان الله سمیع و علیم، نه ان الله بصیر. اما این شنیدن دو تا رو با هم مخلوط کرده، یعنی اون آیه رو این آیات رو یک جا داره برای شأن نزول بیان میکنه، میگه شأن نزول آیه اولی که جلوتر از رسول خدا راه رفتن، شأن نزول آیات بعدم اینه که بلندتر از رسول خدا صحبت کردن، بعدم به رسول خدا مثل یه آدم عادی یا محمد یا محمد گفتن. این شأن نزول نمیخوام بگیم اشکال داره، ولی با اون توضیحی که آیه طباطبایی دادن ظاهرا نمیسازه. اون توضیح ظاهرش این بود که تقدم باید تقدم در حکم باشه، تقدم بر خدا و رسول باشه، این نمیتونه باشه. از این یه نقطه ضعف بگذاریم، این شأن نزول یه شأن نزول رو برایست و این گفتیم در جلسه گذشته، گفتیم که این شأن نزول مؤید میشه که کسی بتونه اون لا تقدمو رو همون معنی تقدم در مش بگیره و بگه اونم مثل آیات بعد یه ادبی از آداب معاشرت با رسول خدا رو داره میگه. ما گفتیم آیه اول قصه ادب معاشرت نیست، یه مطلب دیگه داره میگه، ولی این شأن نزول مؤید میشه که نه، هم که آیات بعدی آیه دوم تا چهارم ادب معاشرت با رسول خدا رو میگه، آیه اول بعد از معاشرت داره میگه. اون میگه جلوتر پیغمبر راه نرید، جلوتر پیغمبر حرف نزنید، جلوتر پیغمبر ننشینید، جلوتر پیغمبر غذا نخورید، آب نخورید. این آیه بعدم میگه بلندتر صحبت نکنید، با جهل صحبت نکنید، مثل خودتون با اون صحبت نکنید.
ولی آیه طباطبایی با اون قرائن گفتن گفتن آیه اول نمیتونه این رو معنی داشته باشه. این یه شأن نزول که اگه نقطه ضعفی داشته باشه همین است که عرض کردم. تفسیر نور الثقلین با جلد 5 صفحه 80 از جوامع الجامع طبرسی نقل میکنه. گفتیم طبرسی دو تفسیر داره، بلکه سه تفسیر، ولی دو تا شاب شده که در دسته، یکی مجمع البیان، یکی مختصر مجمع البیان. مختصر مجمع البیان اسمش جوامع الجامع، مختصر مجمع البیان اسمش جوامع الجامع. خود مرحوم طبرسی فرموده وقتی من مجمع رو نوشتم، وقتی مجمع البیان نوشتم دیگه در سنین پیری بودم، ولی هی ازم تقاضا میشد که اینو خلاصه کنم، به خاطر پیر بودن این توان رو در خودم نمیدم که این کار رو انجام بدم. برخورد کردم به تفسیر کشاف، دیدم حرفای تازه‌ای داره، تصمیم گرفتم که تفسیر خودم رو خلاصه کنم و از اون حرفای تازه کشاف هم توش بیارم. یعنی خلاصه مجمع هم اینجور نیست که فقط حرفای مجمع رو داشته باشه، نکات زیادتری هم داره. یعنی هر کی مجمع هم داشته باشه باید به جواب جامعه مراجعه بکنه، چون ممکنه من چیزایی رو در جوامع گفته باشم که در مجمع نگفته باشم. حالا در جوامع جامعه اینجور فرمودن: نزلت فی ثابت ابن قیس. این آیه در مورد ثابت ابن قیس نازل شده. ثابت ابن قیس هم تو کتابا گفتن خطیب رسول خدا بوده. این تعبیر درست باشه مثلا سخنگوی رسول خدا بوده، خطیب رسول خدا بوده. گاهی وقتی یه جمعیتی میادن صحبت میکرده، رسول خدا او رو وادار میکرده که صحبت کنه. حالا در اصل و کان فی اذنهی وقر، این یه قدری گوشش سنگین بود. نزلت فی ثابت ابن قیس و کان فی اذنهی وقر، این گوشش سنگین بود، چر بود. و کان جهوریت صوت، یعنی به خاطر این که گوشش سنگینه و دیگران باید باهاش بلند صحبت کنند، خودش هم به بلند صحبت کردن با صدای بلند صحبت کرد، یعنی عادت کرده بوده. و کان جهوریت صوت و کان ازا کلمه رفع صوته. خب همین با رسول خدا که صحبت میکرد مثل دیگران بلند بلند صحبت میکرد. و ربما تعزا رسول الله به صوته، گاهی هم میشد که رسول خدا از بلندی صدای او اذیت میشد و متعزی میشد. حالا این شأن نزول میشد قبول کرد؟ میشه گفت یه نفری که گوشش سنگین بوده و به بلند حرف زدن عادت داشته، با همه بلند حرف میزده، با رسول خدا هم بلند حرف میزده، این آیه در مورد این نازل بشه؟ این ظاهرا قابل قبول نیست. این آیه در مورد کسی نازل میشه که بلند حرف زدنش غیر عادی باشه و دلیل بر اون مطلب شاهد این که این شأن نزول درست نیست اینه که دنبال همین اینجور نقل کردن. چه وقت این آیه نازل شد، رسول خدا دیدیم بابا پیداش نیست، دیدیم بابا پیداش نیست، سراغش گرفت، گفت نه قصهش اینجور شده، ایشون چون بلند صحبت میکرد و این آیه نازل شده الان رفته خونه نشسته و دیگه میخواد با شما مثلا تماسی نگیره. حضرت فرموده میشه اون آیه معلوم تو نبود. خب آیه معلوم به این نبود پس در مورد نازل نشده. بعد این باید اینجوری توجیه بشه. من میگم این شأن نزول تحریف شده، این شاید اینجوری وقتی این آیه نازل شد، نه که آیه برای این نازل شد، این آیه که نازل شد این خودش پیش خود خودش رو مصداق این آیه حساب کرد، رفت خونه نشست، بعدم بهش گفتن نه آیه به تو ربطی نداره. واقعا بعضیا تحریف و ترتیب کردن، گفتن اصلا آیه در مورد این نازل شده. اون جمله بعدش اینه که لما نزلت الآیه فوق دست آمده، وقتی آیه نازل شد اون پیداش نیست، مفقود شد، اون پیداش نیست. و تفقد او رسول الله، رسول خدا، رسول خدا سراغش گرفت و اول نشانه گفتن قصهش اینجوری شده. و دعا و فسأله به اصلاح خواستنش، ازش سوال کردن حالا یا رسول الله لقد انزلت هذه الآیه، این آیه نازل شده. و اینی جهوری و صوت، من هم صدام خیلی بلنده، فخاف و ان یکون عملی قد هبه، ترسیدم که خب ادامه بدم و اعمالم هم حب بشین. فقال رسول الله صلوات الله لست هناك انک تعیش به خیر و تموت به خیر و انک من اهل الجنه. کتابای رجالی هم این جمله رسول خدا رو بهترین دلیل بر خوبی این آدم گرفتن، گفتن تو اصحاب رسول خدا این از اونهاییست که خوبه و مورد وثوقه و مورد اطمینانه، چون رسول الله دربارش گفته که انک تعیش به خیر و تموت به خیر و انک من اهل جنه. از ذیلش هم خیلی به اصطلاح روشنه که نمیتونه اون جمله سر درست باشه. این در
جوامع الجامع طبرسی بود، نور الثقلین جلد 5 صفحه 80. پس این شرح نزول قابل قبول نیست. توجیهش هم نیست که عرض کردم ظاهرا که او خودش رو مصداق آیه دونسته، بعدم حالیش کردن که شما مصداق آیه نیستی، اما آیه برای کی نازل شده بوده تو این چیزی نیست. بله بله، ولی خب گاهی هم روی نفاق میشون مشاله میکنیم. صحیح بخاری از صحاح سته اهل تسنن جلد 6 صفحه 171. و در المنصور سیوطی گفتیم کتاب تفسیر روایتی سنی ها، این در المنصوره، در المنصور سیوطی جلد 6 صفحه 84. صحیح بخاری جلد 6. میدونید صحیح بخاری چاپایی در اختیار ماها هست، دو سه تا بیشتر نیست، ولی هر کدومش دو سه جلده. وقتی میگیم جلد شیشم، این همون جلد دوم، تو جلد دوم مثلا جلد شیشمش هست. این صحیح بخاری دو جلد نیست، بلکه 9 جلد، تو 2 جلد، تو 3 جلد، گاهی تو 1 جلد. وقتی میگیم جلد شیشم، یعنی اون قسمت شیشمش. ممکنه تو 1 جلد باشه همونم، ممکنه اگه 3 جلد باشه تو جلد دوم باشه، یا اگه 2 جلد باشه تو جلد دوم باشه. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 171، دارالمنصور جلد 6 صفحه 84. این داستانش رو میتونید خودتون مراجعه کنید، من خلاصش رو میگم و یکی دو تا از عربیش اینجا نوشتم که به طور گروهی از بنی تمیم خدمت رسول خدا رسیدن، به تعبیر ما بنا بود رسول خدا برای اینا یه نمایندهی تعیین کنه، یه نماینده رسول خدا تو این گروه. ابوبکر نظرش به یه نفر بود، عمر نظرش به یه نفر دیگه بود، این دوتایی در حضور رسول خدا با هم یه شروع کردن به دعوا کردن و سر و صدا کردن و جار و جنجال کردن. آیه نازل شد، رفع ابوبکر و عمر اصواتهما عند النبی، این دوتا صداشون رو، این دیگه تو خود صحیح بخاری هست، این دوتا صداشون رو پیش رسول خدا بلند کردن. که این قدم علی بکر و بنی تمیم، یک گروهی از بنی تمیم که اومده بودن اونجا، اینا صداشون بلند. چرا؟ چون اشار احدهما بالاقرع، یعنی مثلا ابوبکر گفت اون شخص که نامش اقرعه، یا رسول الله اینو شما خوبه تعیین کنید به عنوان نمایندگی که تو اینا باشه. و اشار الاخر به رجل آخر، عمر میگفت نه اون خوب نیست و دیگری. دوتایی اونجا در حضور رسول الله با هم دعواشون شد. و قال ابوبکر به عمر ما اردت الا خلافی، چون من رو معرفی کردم تو همیشه میخوای با من ضدیت کنی و مخالفت کنی و خلاف حرف من بزنی، و الا مثلا این آدم خوبیه، چون من گفتم میگه نه این نباشه و اون یکی باشه. و قال ابوبکر به عمر ما اردت الا خلافی، حالا ما اردت خلافه، اونم گفت نه من نمیخواستم با تو مخالفت کنم، نظرم مثلا گفتم. فرتفعت اصواتهما فی الذلک، اونجا جار و جنجال پا کردن. فانزل الله یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. عرض میکنم که اون وقت اینجا این جمله که باید اضافه کنیم اینه که یه همچیزی هم که در صحیح بخاری نقل شده، تقریبا یه آدم منصفی که بخونه لااقل برخورد اینا رسول با رسول الله متوجه میشه. ما که میدونیم برخورد چجوری، برخورد همون برخوردی که وقتی 20 سالم ایشون میگه علی، اونا زیر بار نمیرن. ولی خب اینم بالاخره واقعی است که اینا در نزد رسول خدا اولا که اظهار نظر میکنن، وقتی خودشون با هم دیگه دعوا میکنن. ولی میخوام رسم کتابای سنی رو بگیم که یه همچی دارن که نقل میکنن، زودی زیرش یه حاشیه میزنن که از اون شدتش میکاهن. این زیرش میگه قال ابن الزبیر فما کان عمر یسمع رسول الله بعد هذه الآیه، دیگه اینقدر عمر مطیع بود این آیه که نازل شد، دیگه اینقدر از این بعد با رسول خدا آهسته حرف میزد که هر وقت صحبت میکرد رسول الله مجبور بپرسه چی گفتی. هر وقت صحبت میکرد رسول خدا پیدا شده بوده، هر چی هم آدم خوب باشه این باشه، یا اگه راست هم باشه دلیل برای نفاقش، اگه راست هم باشه دلیل برای دروغیش، اونجا اونجوری میکنه. حالا که آیه نازل شده میگه قال ابن زبیر فما کان عمر یسمع رسول الله بعد هذه الآیه حتی یستفهمه، تا مجبور بشه پیغمبر دوباره میپرسید استفهام کرد که چی گفتی.
ولی راجع به ابوبکر این میگه، راجع به ابوبکر ابن زهیر این حرف رو نزده، ولی من یه نگاه کردم دیدم راجع به ابوبکر میگه و بله من جای دیگه نگاه کردم در دارالمنشور ظاهرن در اونجا به نظرم یه عربیش ننوشتن عبارتی از ابوبکر نقل کرده که او هم گفت یا رسول الله، اون همونجا گفت یا رسول الله از این پس با شما سرن حرف خواهم زد، یعنی همینو یه استثناء زدن همون پیداست که اینا میخوان درست کنن قضیه رو. این شأن نزول یه شأن نزول است که چون که گفتیم اون آیه اول هم آیه لا تقدمو هم روز خوندیم که احتمال قوی داره راجع به عمر باشه و اون شأن نزول هم گفتیم اون روایت از امیر المؤمنین، این خیلی همچین به ذهن میاد که مطلب درستی باشه که اینا بودن که باعث شدن این آیه نازل شد، هم آیه اول که لا تقدمو باشه برای اونجور کاراشون، همین آیه و تو همین شأن نزول برای تقدمو هم هست. البته تو وقتی پیغمبر میخواد نماینده تعیین کنه خودش میدونه کیو باید تعیین کنه، اینا میافتن جلو آقا اینو تعیین کن آقا اونو تعیین کن، با هم دعوا میکنن، هم میشه شأن نزول برای هم آیه اول باشه هم برای این اینو اون هفته نمیم شما داشتی گفتیم یا نه گفتیم علامه طباطبایی فرموده که اینجور جاها که یا ایها الذین آمنو میاد ما اونو تشبیه کردیم مثل این که به طلبه ها میگن طلبه نباید دروغ بگه، یعنی اگه دروغ گفت طلبه نیست، یا ایها الذین آمنو نباید این کار رو بکنه، اگه این کار رو کرده اصلا مؤمن نیستی این بدتره. و اینا هم ظاهرا این زیله خودش حاکی همینه، این زیله یعنی تقریبا اون کسی که اینو ساخته، یا اگه بگیم خود ابوبکر همونجا همچی حرفی زده اینا خودشون همین استفاده کردن که الان به ایمان ما برمیخوره، چون میگه یا ایها الذین آمنو لا ترفعو، یعنی ما این کاری کردیم معلوم میشه که مؤمن نیستیم، زوری دارن استدلاک میکنن که نه آقا از همین امروز تا حالا نمیدونستیم، از امروز که فهمیدیم دیگه با شما بلند صحبت نخواهیم کرد. اینم عرض میکنم که شأن نزول دومی بود که فکر میکنم درست باشه، یعنی تقریبا دلچسبه. شأن نزول سوم تفسیر صافی جلد دوم صفحه 588، تفسیر صافی جلد دوم صفحه 588. صافی چاپ‌های متعدد داره، این چاپ ما چاپ کتاب فروشی اسلامی است، چاپ‌های سنگی قدیم خیلی داره که یه جلدیه نیست که اخیراً بیروت هم چاپ شده، نمیدونم همین چاپ ایران رو افسد کردن یا خودشون چاپ کردن، ما چاپ اسلامی رو داریم. تفسیر صافی جلد دو صفحه 588. از تفسیر امام حسن عسکری، یعنی از تفسیر منصوب امام حسن عسکری نقل شده اونجا، عن الکاظم علیه السلام از امام هفتم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما قدم المدینه و کفر حوله المهاجرون و الانصار، وقتی رسول خدا وارد مدینه شد و انصار و مهاجر در اطرافش زیاد شدن، کثرت علیه المسائل، و افراد که زیاد شدن سوالاشون هم زیاده مراجعاتشون زیاده، و کانو یخاطبونه بالخطاب الذی لا یلیق به، بالخطاب العظیم الذی لا یلیق به، با پیغمبر که حرف زدن جوری حرف زدن که سزاوار نبود. لما قدم المدینه و کثر حوله المهاجرون و الانصار کثرت علیه المسائل، سوال ها زیاد شد مراجعات زیاد شد، و کانو یخاطبونه بالخطاب العظیم، صحبت میکردن صحبت بلند، الذی لا یلیق به، و ذالک ان الله تعالی کان، ان الله تعالی قال یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا، این باعث شد، یعنی یه شخص به خصوصی، دو شخص به خصوص ده. نه کلن این مورد ابتلا بود، اینا همشون با رسول خدا صحبت میکردن مراد نمی کردن این آیه نازل شد. این هم خب تقریبا نقطه ضعفی درش دیده نمیشه، ولی ذیلش چیزیه که الان نقل میکنم، من اطمینان میدم، من اطمینان دارم که نمیتونم درست باشه. ذیلش میاد رعفت و رحمت رسول خدا رو بیان میکنه. ذیل این روایت میگه مردم برخوردشون با رسول اینجوری بود، نایم اومد گفت اینجوری برخورد نکنید، ولی رسول خدا خیلی مردم رحیم بود، خیلی مردم رعوف بود،
هر کی می اومد بلند صحبت میکرد حضرت از او بلندتر صحبت میکرد که این از مصادیق آیه نشد. اگه کسی داد میزد حضرت داد بلندتری میزد که او مصداق آیه نشه. این داره قابل قبول نیست. یعنی اگه هست ترحم و رحمت و رحم رسول خدا معلوم، اما برای اینکه رحمت خودش رو اظهار کنه خود رسول خدا یه کاری که با ادب اسلامی تناسب نداره اون کار رو وسیله قرار بده، این قابل قبول نیست. حالا اینجوری داره: کان رسول الله صلوات الله و سلام علیه بهم رحیما و علیهم اتوبا و فی ازالت الاثام عنهم مجتهدا. دلش نمیخواد کسی گناه کنه، دلش نمیخواد کسی به اثر گناه مبتلا بشه، کسی به آثار آثام مبتلا بشه. حتی انه کان ینظر الی ما یخاطبه و تعمل علی ان یکون صوته مرتفعا علی صوته. یعنی حضرت سعیش این بود که همیشه صداش از اونی که با این صحبت میکنه بلندتر باشه. هر کی هر چی بلند صحبت میکنه حضرت باز از اون بلندتر صحبت میکرد. لیزیل عنهما توعده الله من احباط اعماله، تا اون هفته اول که اثر کارونه مثلا انجام نشه. حتی ان رجلا اعرابی ناداه یوما خلف حائط به صوت جهوری، حتی یه عرب بیابونی یه روزی از پشت خونه داد زد و رسول خدا رو صدا زد. و اجابه به عرف همین صوته، از داد او بلندتر رسول خدا داد زد. و این هم قابل قبول نیست. یعنی این میتونه رأفت رسول خدا رو بیان کنه، ولی رأفت باید بیان بشه با یه کاری که اون کارم قابل قبول باشه. اینه که اینم حالا از تفسیر منصوب امام طحاوی هم نقل شده که گفتیم خود اون تفسیرم باید دونه دونه روایاتش سند درست داشته باشه تا قابل اعتماد باشه. اینم شرح نزول از میکنم که چهارم بود، آخری. این در مجال بیان نقل شده در تفسیر مجمع جلد 9 صفحه 129 130 که خودتون انشاءالله مراجعه میکنید. یه چند نفر با یه گروهی از بنی تمیم وارد مسجد شدن خدمت رسول خدا برسن، دیدن رسول خدا مثلا در منزل نیست و در خانه حضرت رفتن و اینجوری گفتن: گفتن بخرج الینا یا محمد، بیا بیرون. و آزا رسول الله یا فتعزا رسول الله. حضرت ناراحت شدن، بالاخره اومد بیرون. بعد به حضرت گفتن جئنا کل نفاخرک، ما اومدیم که با تو مفاخره کنیم، شاعری داریم، خطیبی داریم، میخوایم شاعرمون شعر بگه و بخونه، خطیبمون خطبه بخونه، ببینیم شما هم شاعری مثل شاعر ما داری یا نه، خطیبی مثل خطیب ما داری یا نه. رسول خدا رو صدا کردن، رسول خدا ناراحت شد ولی اومد بیرون. وقتی اومد بیرون گفتن اومدیم که با تو مفاخره کنیم. و اونا شاعر داشتن، شاعرشون شعر خوند، خطیب داشتن، خطیبشون خطبه خوند. رسول خدا هم حسان به که شاعرش بود واداش شعر خوند. همون قیس ثابت بن قیس که الان میگفتیم خطیب رسول خدا بوده، اینم رسول خدا وادار کرد که خطبه خوند. اونا گفتن نه، این هم خطیبش از خطیب ما بالاتره، هم شاعرش از شاعر ما بالاتره، هم مثلا صدای اینا از صدای ما بلندتره. یه همچین جملاتی. این شأن نزولی که در تفسیر مجمع نقل شده زیلش که اصلا ربطی به آیه نداره، اون قصه مفاخرش اصلا ربطی به آیه نداره، میمونه همون صدرش که اینا صدا زده باشند و رسول خدا ناراحت شده باشه و اومده باشه بیرون. و ولی بعضی گفتن زیلش یه نقاط ضعفی داره که صدرش هم تکذیب میکنه. یعنی خود این داستان زیل بعضی گفتن که نقاط ضعف داره، چون اینا مثلا کافر بودن ولی میگه خطیبشون وقتی پاشد خطبه رو خونه، این خطبه که تو مجمع نقل شده مثل خطبه یه مسلمانه، بسم الله و خدا و رحمت خدا و غفران خدا و میگه خب این چه کافری بوده که وقتی میخواد مثلا خطبه رو خونه. میگه تو خود ذیلش، یکی از آقایون گفته تو خود ذیلش نقاط ضعفی هست که صدرش هم از کار میندازه، ولی اگه اون ذیل نبود صدرش تمام مثل اونای دیگه است. یعنی میگه یه طایفه اومدن رسول خدا رو صدا زدن و مؤدب برخورد نکردن، رسول خدا هم آمد بیرون ناراحت شد، آیه نازل شد، ولی ذیلشون آقا مثل که 7-8-10 تا اشکال بهش گرفته، به ذیلش 7-8-10 تا اشکال گرفته. حالا اگه اشکال هم وارد نباشه
ولی یه قدری از اطمینان کم میکنه، یه قدری از وسوق کم میکنه. چون قبلا هم گفته بودیم که اینو علامه طباطبایی هم مکرر گفتن که خیلی شنجولا ساختگی اصلا، یعنی میگه اصلا نم چجوری شده، ایشون میفرماد چجوری شده که اصلا برای تفسیر آیه مثل این که ما اون وقتا اینجوری توجیه میکردیم، گاهی که بحث میکردیم اینجوری توجیه میکردیم. الان مثلا یه وقایعی که واقع میشه، مثلا شما زور مثلا رادیو رو باز میکنید، میبینید یه کسی رو آقا برای یه کاری نصب کردن که تقریبا ملازمه با اینه که دیگری رو از این کار عزلش کردن. حالا شما از هیچی خبر ندارید، ولی رسمه تو ماها، رسمه که با هم که میشینیم خودمون شنوزو درست میکنیم، نه که درست کنیم به دور نسبت بدیم، که میگیم احتمال داره که بچشون باشه، احتمال داره که اینجوری شده که اونو برکنار کردن. این احتمالات گاهی با دو سه زبان احتمالش میفته خودش میشه واقعیت. یعنی تو جلسه اول به عنوان احتمال گفته میشه، جای دیگه هم نقل میشه، یا یه هفته دیگه میبینیم همینو به عنوان یه شأن نزول مسلم این مطلب میگن. مثل که عقیده ایشون اینه که گاهی مفسرین در بحث‌های شفاهی برای آیه شأن نزول احتمالی از پیش خود میگفتن که شاید بعضی از اصحاب این کارو کردن این آیه نازل شده، کم کم در نقل قول‌های شایدا میافتاده میشده یه شأن نزول مسلم. اینی که ایشون به ذلس قاطع میگن خیلی از شأن نزولا ساختگی هستند، یعنی مناسباتون ذکروها بعد الوقوع رو ادبیات نخوندی، یه چیزی بوده ما براش یه وجهی میتراشیم، یعنی آیه نازل شده یه وجه براش میتراشن. و صلی الله محمد و آله.